192 خانواده عراقی متشکل از 776 نفر پس از خروج از اردوگاه الهول در شمال شرق سوریه وارد عراق شدند، موضوعی که باعث ایجاد اختلاف در میان ساکنان عراق می شود. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. یک مقام امنیتی عراق روز یکشنبه اعلام کرد که 192 خانواده عراقی متشکل از 776 نفر پس از خروج از اردوگاه الهول در شمال شرق سوریه که شامل اعضای گروه تندروی سنی داعش است، عازم بازگشت به کشور خود هستند. دیدبان حقوق بشر سوریه روز شنبه اعلام کرد که اتوبوس‌های حامل این خانواده‌ها اردوگاه الهول را به سمت خاک عراق ترک کرده‌اند. این افراد بلافاصله پس از ورود بایستی در اردوگاه الجدعا حضور یافته و باید هفته‌ها یا ماه‌ها را در عراق بگذرانند تا اجازه بازگشت به مناطق اصلی خود را پیدا کنند. یک مقام امنیتی عراق که از افشای هویت خود امتنا کرد، بازگشت صدها نفر از این افراد را تایید کرد و در ادامه اظهار داشت که وزارت مهاجرت و آوارگان عراقی بازگشت ها را با اداره ثبت احوال در شمال شرق سوریه هماهنگ می کند. بازگشت بستگان اعضای گروه سنی های تندرو داعش همچنان باعث ایجاد اختلاف در میان مردم عراق شده است. عراق به مدت 3 سال درگیر جنگی خانمان سوز و مهلک با حضور این گروه تروریستی بود و در زمان استیلای این گروه بر بخش‌هایی از عراق جنایات فراوانی در این کشور به ویژه بر علیه شیعیان صورت گرفت. خوشبختانه در اواخر سال 2017 با شکست کامل این گروه تندروی سنی که کنترل حدود 1/3 از مساحت کشور را به دست گرفته بود، این رخدادها و جنایات تلخ به پایان رسید. لذا برای کاهش خصومت‌هایی که ممکن است این خانواده‌ها پس از بازگشت از سوریه با آنها مواجه شوند، تلاش شده که ابتدا اعضای این خانواده‌ها در اردوگاه الجدعا اسکان داده شوند، جایی که در مراحل گوناگون بررسی‌های امنیتی صورت گرفته و علاوه بر آن مرحله در توانبخشی روانی تحت معاینات پزشکی قرار می‌گیرند. علی‌رغم چالش‌ها، عراق یکی از معدود کشورهایی است که به طور مرتب شهروندان خود را از اردوگاه الهول به کشور باز می‌گرداند که مورد استقبال سازمان ملل و ایالات متحده قرار گرفته است. قاسم العرجی مشاور امنیت ملی عراق در اوایل نوامبر اعلام کرد که 1567 خانواده از اردوگاه الهول منتقل شده و برای توانبخشی به اردوگاه الجدعا پذیرش شدند. وی خاطر نشان کرد که 900 خانواده عراقی به گزارش خبرگزاری رسمی عراق به مناطق اصلی خود بازگردانده شدند. عرجی همچنین از بازگشت 2945 متهم عراقی متهم به تروریسم را خبر داد که اکثر آنها طبق قوانین عراق محاکمه شدند. لازم به ذکر است که عراق بارها خواستار برچیده شدن اردوگاه الهول در سوریه شده و از کشورهای جهان خواسته اتباع خود را از آنجا خارج کنند و در این حال نسبت به خطر ایجاد افرادگرایی و نفرت پراکنی هشدار داده است. قاسم العرجی مشاور امنیت ملی عراق در دیدار با استفان هیچن سفیر انگلیس در بغداد در ماه آگوست در رابطه با تحقیق در مورد پرونده‌های اردوگاه الهول در سوریه و اردوگاه سنجار و لزوم مبارزه با مواد مخدر و کنترل آن گفتگو کرده بود. عرجی در این دیدار بر اهمیت برچیده شدن اردوگاه الهول سوریه به دلیل تولید نفرت پراکنی و افرادگرایی و علاوه بر آن تشویق و ترغیب جامعه جهانی و اهتمام کشورهای مختلف برای خروج اتباع خود از این اردوگاه تأکید کرده بود. مشاور امنیت ملی عراق همچنین گفته بود عراق آرزوی همکاری و مشارکت بین‌المللی یا تعیین یک استراتژی بین‌المللی برای مبارزه با مواد مخدر را دارد، چرا که این مسئله باعث چالش جدیدی خواهد شد. علی اکبری، اخبار شیعه. سید علی شریف نژاد خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت با ما هستند. سلام، وقت شما بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، می‌بینم من عزیزتون در خدمتتون هستم.
دلیل اختلاف میان ساکنان عراق نسبت به بازگشت برخی از افراد اردوگاه الهول در شمال سوریه به داخل خاک عراق چیه؟ بفرمایید. ببینید، بعد شکل‌گیری القاعده در عراق در سال تقریبا اواخر سال 2013 و گسترششون به منطقه سوریه که منجر شد به ایجاد حکومت اسلامی عراق و شام که داعش نام گرفت، بحران بنیادگرایی و بحران تکفیریگری در منطقه گسترش پیدا کرد و بعد از آن که در به واسطه SFT این گروه بنیادگرا در رقه تقریبا رو به نابودی گذاشت، یک بخش از خانواده های اینها در 4 مخیم در سوریه و یک مخیم در عراق اسکان داده شدن برای وضعیت تعیین تکلیف شدن به خیلی از اونها که چون اهالی اتحادیه اروپا بودن و بازگشت به اتحادیه اروپا و بعضیشون که برای همین حوزه میدل ایست بودن و تعیین تکلیف شدن به افرادی که در این سرزمین هستن. و این مخیم ها باعث بحران های عدیدی در بسیاری از کشورها شد، از جمله اینکه همکنون که داریم در مورد این موضوع صحبت می‌کنیم، عراقی ها نگران هستن. نگرانی اونا از مخیم الهول اینه که چون تقریبا از 7 روز گذشته داعش در 3 شهر مهم سوریه عملیاتی انجام داده، در هما، حمص و حلب عملیات های متعددی رو مثلا در جاده القائم هم انجام داده، مردم عراق نگران این هستن که آیا بازگشت تعداد از این خانواده ها از مخیم الهول به یک مخیمی در عراق، آیا بنیادگرایی دوباره به عراق برمیگردانند یا خیر، یک نگرانی است که حائز اهمیت و مهمه و این نگرانی از زمان دولت آقای الکاظمی بوده و تا اکنون هم هست و متاسفانه مسئولین امنیتی عراق هیچ تصمیم واحدی رو در مورد این مسئله نگرفتن. بله، آیا حضور این افراد برای چند هفته و بعضاً چند ماه در اردوگاه الجدعا و بررسی هایی که طی این مدت صورت میگیره کفایت برای اطمینان از خطر آفرین نبودن این افراد را خواهد کرد؟ ببینید، این امتحان یک بار در اردوگاه یا مخیم ادلب انجام شد و محصل نتیجهشو در ادلب دارید میبینید که باز بنیادگرایی در سوریه برگشته و باز اون حادثه که در دانشکده افسری دمشق اتفاق افتاد بکنم یک نکته حائز اهمیت است که ما باید تجربه کنیم که بازگشت بنیادگرایی مثل ویروسی است که درمان نداره و درمانی جز همین نگهداری نیست. اگر صاحب نظران و مسئولین امنیتی در عراق اینجوری فکر میکنن که اگر اینها رو در این مخیم دچار آزمایش قرار بدن و راستی آزمایی قرار بدن که اینها آیا برمیگردن یا خیر، یعنی به اصل وجودشون برمیگردن یا خیر، به نظرم باید دوباره یک بار جوف و سخر رو مورد مطالعه قرار بدن و به نظرم بزرگترین اشتباه تکنیکی که عراق داره امروز میکنه همین. بله، راهکار منطقی برای حل دائمی این مسئله از نظر شما چیه؟ ببینید، راهکار منطقی این است که ما اول باید به بنیادگرایی و مخصوصا تکفیریگری در منطقه رو اول واقعا به عنوان یک بحران عدیده شناسایی بکنیم. اینجوری نیست که فقط بیایم بشینیم بگیم که تا 3 ماه دیگه اینا نابود خواهند شد، ولی نابود نشدن. شما میبینید عملیات دارن میکنن، هم عملیات انتحاری میکنن، هم عملیات میدانی میکنن، هم کشتار از مردم میگیرن و فقط هم داعش نیست، جبهه النصره است، فریق الرحمن است و شاخه‌های دیگه از بنیادگرایی که در منطقه شما شاهد هستید. مثلا در شمال عراق هم که دوباره زمزمه‌ای از تشکیل یک شاخه دیگه از القاعده به گوش میرسه. تنها راهکار اینه که تمام کشورهایی که درگیر این مسئله هستن واقعا بشینه و راهکار واحد که از بین بردن این به مساق کامل هست انجام بشه. اگه این اتفاق نیفته دوباره منطقه دچار بنیادگرایی جدیدی خواهد شد. بله، ممنونم. تشکر از سید علی شریف نژاد که از بیروت با ما همراه بودند.